خب در این بخش پرسش و پاسخ ها را جناب آذرمهر میخوان پاسخ بدن، پرسش هایی که شما عزیزان انجام داده بودید توی شبکه های مجازی. خود جناب آذرمهر رصد کردن، پرسش ها را آماده کردن که پاسخ بدن و در این بخش در باب یک سری از مبارزات جنگ رسانه‌ای هم ایشون نظراتی دارن که میخوان اکنون ارائه بدن. بفرمایید جناب آذرمهر، در خدمتیم. من ابتدا یه مسئله رو توضیح بدم که یکی اومده بود شروع کرده بود من رو زن و بچه‌م پشت داد که تو حتما سیستانی هستی. من شوربختانه سیستانی نیستم، افتخاره که آدم سیستانی باشه، یه ننگه. افتخار آدم مال دیار پهلوانان اسطوره‌ای ما باشه، ولی خوشبختانه ایرانی هستم و مال کشوری هستم که کشور پهلوانان هست و همین امروز هم پهلوانان رو ما داریم میبینیم در قالب سردارانمون و در قالب سربازانمون، در قالب امیران و تیمسارهای ارتش و سپاه. بقیه چیزا هم که بیسوادی تو فریاد میزدی و اصلا مهم نیست. آخه 150 سال پیش بمب اتم ساخته شد، که حداقل یه خورده مطالعه بکن عزیز دارم. اما برگردیم به بحث خودمون. یه بحثی پیش اومده بود که یکی از دوستان از من خواهش کرد که اینو بگم. البته خب شایعه بودنش هم من همون لحظه گفتم شایعه است، ولی خب میخوام شما یاد بدم. بعدم لینک خبر تکذیبیش هم از رسانه‌های رسمی اومد. ببینید یه چی میخواد بگه. میگه انا لله و انا الیه راجعون. حالا الیه هم که اشتباه نمیشه کاری نداره. واگذاری کیش در جلسه دوم حتمی شد. هشدار و اخطار شدید به همه هممیهنان. شایعه و حرف نبود، متاسفانه حقیقت محض است. بر اساس مذاکرات محرمانه و از پیش انجام شده بین ایران با دولت چین، اخیراً یک تیم از کارشناسان و ماموران اطلاعاتی چین وارد ایران شدند که اکثراً نیز دور دیده MI6 انگلستان هستند و در حال آماده‌سازی امضای قرارداد ننگین دیگری با ایران در کشور ما مبنی بر واگذاری 100% جزیره کیش. بله، تکرار می‌کنم، واگذاری 100% به مدت 25 سال به دولت چین هستند. از قرار معلوم پیش‌نویس و مقدمات قرارداد کاملاً آماده شده است و ایران در نظر دارد با دریافت میلیاردها دلار از دولت چین این قرارداد ننگین را به طور پنهانی در چند روز آینده امضا کند و به عنوان نماینده قانونی ملت ایران با یک قرارداد کاملا معتبر بین‌المللی جزیره کیش را برای مدت 25 سال در اختیار دولت چین بگذارد. طبیعی است که دولت چین پس از امضا دریافت این قرارداد به مرور زمان تمام ساکنین محلی جزیره کیش را اخراج و تمام امکانات تجاری جزیره کیش در اختیار تجار چینی، روسی، انگلیسی قرار خواهد گرفت. انگلستان و روسیه چین یک بار دیگر در شرف تکرار قرارداد ترکمنچای با رژیم اسلامی هستند و همان گونه که ملت ایران هرگز توان پس گرفتن کشورهای جدا شده از ایران بر اساس قرارداد ترکمنچای را به دست نیاورد، پس از گذشت 25 سال حتما توان پس گرفتن جزیره کیش را نیز از انگلیسی‌ها و روسیه‌ها و چینی‌ها نخواهد داشت. بسیار روشن است که دولت روسیه با به دست آوردن جزیره کیش به آرزوی دیرینه‌اش برای رسیدن به آبهای گرم خواهد رسید. انگلستان با حضور مستقیم در جزیره کیش کنترل تمام کشورهای نفخیز خلیج فارس را به دست می‌گیرند و دولت چین نیز با به دست گرفتن شریان اقتصادی جزیره کیش که به بندر آزاد منطقه تبدیل خواهند شد، سالیانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی ملت ایران را خواهد برد. این حیله از سیاست کثیف دولت انگلستان سرچشمه می‌گیرد. ایران می‌خواهد جزیره کیش را با دریافت میلیاردها دلار از چینی‌ها برای مدت 25 سال به چین واگذار کند. هشدار و اخطار شدید به میهن‌پرستان و تمام آنانی که به یکپارچگی ایران باور دارند و از دین ایمانشان مهم‌تر است. هشدار به تمام جوانان میهن، این وظیفه یکایی که همه مردمان است که به نام ملت ایران در این سرزمین زندگی میکنند. فقط خیزش و حرکت مردمی میتواند جلوی امضای این جنایت نامه ننگین و ضد ملی را بگیرد. هموطن این پیام سیاسی نیست، خیانت وطن فروشان را با ارسال به گروه ها در سراسر ایران افشا کرده. خب ببینید دوستان، دقت بفرمایید، این موضوع فریاد تمسخر میزن. چرا؟ به چند دلیل مشخص. اولا از زمان رفسنجانی یه چنین شایعه‌ای بود، شما حتما جناب دانا به خاطر دارید، اون موقع هم میگفتن 20 ساله جزیره کیش رو کرایه دادن. والا ما یه چنین ندیدیم، من به شخصه ندیدم. تمام ایرانی هایی که تمام آدمایی که اونجا هستن به غیر توریست ها ایرانی هستن، فروشنده کاسب، صنعتگر، همه درست. حالا اینجا قرارداد از 20 سال رسیده به 25 سال. ببینید هر از گاهی با یه چیز پوچ میخوان چیکار کنن، کشور رو به آشوب بکشن. اما اینجا خیلی ناشیانه برای کسی که تفکر و اندیشه داره و موزیانه برای کسی که اصلا فکر نمی کنه، احساساتی فقط اومدن یه کاری کردن. میگه که قرارداد محرمانه ای داره که دولت چین یه تیم اطلاعاتی فرستاده، این تیم اطلاعاتی هم همه رفتن MI6 انگلستان. آقا جان، چین
تو دو دهه اول برای آموزش ها و ساخت زیر ساخت ها و ادارات مدرن می برده شوروی آموزش می داده. الان هر اگر بخواه یک رژیمی که 80 سال اون داره دیگه، الان خودش اصلا به خیلی از کشورها آموزش میده، نیازی نداره که بخواد در انگلستان آموزش ببینه، اگر هم نیازی باشه میره روسیه میبینه، چون تمام زیر ساخت های اطلاعاتی و زیر ساخت های نظامیش چیه؟ بلوک شرقیه، نه بلوک غربی. خب اینجا طرف داره موزیانه چیکار میکنه؟ از بدنامی بریتانیا و سوء نیت ما ایرانی ها، سوء نیت تاریخی ما ایرانی ها به انگلستان داره سوء استفاده میکنه. آقا چین میخواد بیاد قرارداد ببنده، تو از کجا فهمیدی این تیم اطلاعاتیش برای چی باید بیاد؟ از کجا فهمیدی این رفته مای 6 دوره دیده؟ تویی که الهی راجعون رو بلد نیستی بنویسی. بگذاریم، جای دیگه ای که خیلی جالب میشه، 100% قرار واگذاری کنه، هیچ کس هم نفهمیده، این آقا فهمیده. بعد موضوع جالب اینه که چین داره میخواد بیاد هزینه بده، پول بده، مگه خله که روسیه و انگلیس برداره بیاره؟ چرا؟ چون روسیه هم بهش سوء نیت تاریخی داریم، این سوء نیت رو آورده چفت کنار هم چفت کرده، بسته جفت کرده، که با چفت و بست اینها طرفی که اینو میخونه اصلا فکر نکنه، به جای اینکه سراغ اندیشه بره، بره سراغ احساسات. خب من چین میخوام بیام جزیره رو کرایه کنم، تو هم درست میگی، برای چی سرخر مثل روسیه و انگلیس برای خودم درست کنم؟ خودم تنهایی میشینم اونجا میخورم دیگه. دروغ بعدی، انگلستان با داشتن کیش تمام خلیج فارس رو کنترل خودش داره. اگه قرار به کنترل کردن بود که همین الان کشورهای عربی توش بروز و ظهور و نفوذ داره، چه نیازیه که همین لنگ کیش بود فقط؟ یا روسیه مگه زمان عراق ناو نفرستادیم و تو گوشی خورد؟ مگه این کشورهای سوسیالیستی حزب بعث عراق بود چیکار تونست بکنه؟ آخه حرفای مسخره رو ببینید، چه نیازی داره اینجوری به آب گرم برسه؟ و استفاده دیگه ای که داره این فرد میکنه اینه که قرارداد میبندیم، اینا هم همه رو میکنن بیرون، این میشه ترکمنچال. و چه جالبه، یه بحثی که توی دو تا حکومت پیشین افتاده رفت دیده به حکومت الان، اونم چی؟ یه حکومت انقلابی که به شدت به تمامیت ارضی حساسه و همه این حرفا رو داره دروغ میزنه طرفی که این نوشته رو نوشته. همه ما میدیم افکار عمومی به این مسئله تمامیت ارضی بسیار حساسه. این حکومت هم اینو خوب میدونه، مگه دیوانه است بیاد باز خودش سر خر بخره؟ حالا فرض بگیریم که این اتفاق داره میفته، چرا باید چین و روسیه و انگلیس رو با خودش شریک بکنه؟ ببینید مسئله چقدر راحت میشه آدم تحلیل بکنه، چقدر راحت آدم میتونه این دروغ ها رو در بیاره. موضوع دیگه که این وسط تهش اتفاق میفته، خیلی از واژه میهن پرستان استفاده میکنه، چون میبینیم ما یه اهرم شدیم، بذر سخن پراکنده شده، ما الان یک نیروی مؤثر شدیم. من خیلی از طرفدارای شما رو دارم میبینم، آدمای بسیار آدمایی هستند که با شخصیتن، سرشون به تنشون میارزه، سطح سواد بالایی دارن، یه خورده ملاحظه شونو بکنیم، یه خورده بردباری به خرج بدیم، اینها رو نرونیم از خودمون با کارهای بچه بازی، جر بحث و جدل های بیهوده. خب اینا رو من خیلی هاشونو میبینم با صحبت ها با همدیگه، میگن آقا ما میخوام بیایم ایران، بخشی از ایران رو آباد بکنیم فلان، با آدم خوشحال میشه دیگه. چقدر آقا فقط اون بسیجیه بره، اون روحانیه بره. ببینید اینها باعث میشه که اینا فهمیدن یه نیروی مؤثر میهن پرستی هست، حالا دارن اینا رو به بیراهه میکشونن، از احساسات اینا سوء استفاده میکنن. خواهش میکنم اینا رو یاد بگیرید، گول نخورید. اتفاق مهمی که داره میفته، اینا یه حمله بیولوژیکی به چین و بعد ایران کردن، الان بیانیه دارن میدن وقیحانه که آقا باید چین رو متهم کنیم، ازش خسارت بگیریم و درخواست 250 میلیارد پوند درخواست خسارت یک اندیشکده انگلیسی کرده و هشدار داده. یه سری از نماینده های پارلمان که پیش از این هم وزیر بودن و یه سری نماینده های دیگه پارلمان که فقط سناتور پارلمان عوام انگلستان هستن، مجلس عوام انگلستان، میان چیکار میکنن؟ میان
تایید میکنن که آقا انگلستان باید رابطش با چین کم کنه، باید 250 میلیارد پوند خسارت بهداشتی بگیره. ولی اینجا داره چی میگه؟ ببین اینا آدمهای بیماری هستن، آدمهای کثیفی هستن و شما رو میخوان به بیراهه بکشونن. یا مسئله دیگه که اتفاق میفته، طرف رو برمیدارن، کارشناساشون هم اینجوری هم دیگه، الان الهی و اینجوری با الف نمیشه بدون که با این بنویسه، همین آدم بلند میشه میره توی ایران اینترنشنال یا بی بی سی، احمق نمیدونه حکومت پادشاهی رئیس جمهور نداره، نخست وزیر داره. بدبخش جنرال فرانکو توی گور استخوناش پوت شد. بابا یه دونه رئیس جمهور داشت اسپانیا، مثل اون کرامول توی انگلستان یه دونه رئیس جمهور بود دیگه، بعد از اون دوباره پادشاهی برگشت. توی اسپانیا خوان کارلوس اول برگشت، تو یه ناو هواپیما برام دارن اسمش همونه، اینو برمیدارم میارم به شما، شما میبینید اطلاعاتتون از این بی‌ثبات ها دارید میگیرید. و الان پسرش هم فیلیپ ششم اگه اشتباه نکنم پادشاه اسپانیا است، کشور پادشاهی که دیگه رئیس جمهور نداره، که تنها کشور پادشاهی که همزمان رئیس جمهور هم داره جمهوری اسلامیه، دیگه هیچ کشور پادشاهی همزمان رئیس جمهور نداره. یه خورده هوشیار باشید. یا مثلا من یه مقاله از خانم اگه اشتباه نکنم سمیرا اسماعیلی میخوندم توی اسپوتنیک، دنبال یه پیوند دیگه بودم، دیدم این سفر به ایران رو زده. خب همینجوری که شما حرفای قشنگ میزنید، من با واقعیت های کنارتون میگین که یه خورده بررسی کنید به جاهای جالب میرسید. ایشون برگشته گفته داره سر صدای کرونا تازه داشت میومد، من یه مرخصی تعطیلات گرفتم از مسکو بلند شدم رفتم یه فستیوال تو هلند و چه میدونم توی شانزلیزه پاریس و این برانور دور بزنم، برگشتم اومدم روسیه. من همچه برم سوال بود روسیه اینقدر سرده، این ویروس به سرما خیلی مقاومه، چرا اونجا اینقدر خبری نشده؟ میگه تو اروپا هنوز نیومده بود. من بلند شدم رفتم تو مسکو نشستم، دیدم یه تیم اومده داره از ما خودساری میگیره، تیم دوم اومده داره از بزاق دهانم بینی ما تست میگیره، تیم سوم اومده تبسنج آورده ببینیم ما تب داریم یا نه. وقتی که من پیاده شدم برگشت من دارم اوه ایرانی هستی باید بری تهران، هرچی میگه آقا من لباسایی که با خودم دارم مناسب اروپاست، من با این لباس نمیتونم برم ایران، شما که وضعیت نه بلند شو برو تو هواپیما. خلاصه بدبخت میگه من بلند شدم اومدم تو ایران، یه خورده جورابام هم کشیدم بالا که به دامنم برسه، با چه وضعی، نه آبربانک بانک ایرانی دارم، نه کلید آپارتمانم تو تهران دارم، نه هیچی. اینجا من نذاشتم برم به شهرستان پیش پدرم مادرم، بلند شدم برخواه با بدبختی رفتم تو آپارتمانم، الان دورکاری دارم میکنم، آشپزی دارم یاد میگیرم، فلان این بر اون بر. خب من اینجا خیلی راحت متوجه شدم که توی اروپایی که اینا میرن مهره من و تو و چه میدونم انگلیس میشن، رسانه هایی هم هستن که خب میدونی اسپوتنیک خب خیلی منصفانه تر نگاه میکنه و حقوق هم اینقد خوب میده که طرف یه آپارتمان تو مسکو داره، یه آپارتمان تو تهران داره، چه میدونم بعضش هم به نسبت خوبه، خب حقوقش خیلی بیشتره. نگاه کنید اینا به آدم یه چیزهایی رو یاد میده، یه خورده شما تحلیل بکنید بررسی بکنید میتونید خیلی چیزها رو بفهمید که برخلاف ظاهر و چیزی که رسانه‌های غربی گفتن شما دنیا رو نسنجید، قضاوت نکنید یا هر نوشته‌ای میاد رو شما سریع نپذیرید. اینها چیزهایی که ما باید یاد بگیریم. خب بریم ببینیم دوستان چه پرسشی دارن. من اول این پرسش ببینید یکی هم توی یوتیوب هم پرسیده بود که چرا ناوشکن دنا و دماوند به نیروی دریایی الحاق نشد. ببین ناوشکن دنا و دماوند مسئله‌ای که داشتن، یه چند تا از زیرسامانه هاشون آماده نبود، تو دهه فجر تحویل داده نشدن، تا بیان اونا یعنی آماده بشه فکر کنم سامانه کمند و اینا هم بوده. بحث کرونا رو تعلیق کردن میشه و این باعث میشه که تحویل دهی تا الان به تاخیر بیفته. به جاش امسال ما چند تا شناور رو برای سپاه و ارتش خواهیم داشت که اتفاقات خیلی خوبی بیفته. یه دوست دیگه هم سوال میکنن که در مورد پروژه قاهره 313. این پروژه قاهره 313 من بارها گفتم چیزی که رسانه‌ای بشه رو من میگم، چیزی که رسانه‌ای نشه حتی اگه بدونم هم چون غیر حرفه‌ای است نمیگم. خب
اما چیزهایی که برمیاد و من به شما میگم، چیزهایی که ظاهر امن نشون میده، چون این جنگنده قراره که جنگنده نسل 5 باشه، منتظر طراحی پیشران توربوفنش هست. و یکی از اتفاقاتی که داره میره، مثلا این تست تاکسی که داشتن میکردن با توربوجت اوج، موتور اوجی که روی کوسر انجام دادن، دارن انجام میدن. خب دیدین این تغییر بردار رانش نداره، ولی در جنگنده نسل 5 باید تغییر بردار رانش باشه و برای تست های بعدی و تحویل دهی خب معلومه قاهر نمیرسه به اون هدف. یه چیز دیگه هم من بخوام به شما بگم، قاهر ممکنه که هیچ وقت هم به تولید نرسه، بهش میگن کانسپت یا اثباتگر فناوری، ممکنه که تست هایی روش انجام بشه یه طرح خیلی قوی تری در بیاد. ولی خب این چیزی که فعلا میشه گفت و میشه دید و شما فکر کنید دارم حدس میزنم اینه. و اتفاقات دیگه به حرفی نیست خیلی در موردش صحبت گفته بشه. چرا ما به سمت توپول ام نمیریم؟ فعلا راهبردمون ساخت موشک‌های غارپیما اساسا نیست و هر زمان که خوب بشه من خودم هم اتفاقا استفاده می‌کنم چه این چیزی باشه. بعد یه موضوع دیگه هم که هست، توپول ام یه گونه‌ای هم داره که توی زیردریایی قابل استفاده است دیگه. باید ما توی بحث زیردریایی هم به اون توان برسیم که زیردریایی‌هایی با پیشرانش هسته‌ای باشه که فعلا برنامه‌ای بهشون ندادن. همین اواخر هم آقای امیر دریادار رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی صحبت کردن، گفتن که چنین چیزی هست. دوست دیگه گفته به نظر شما نیروی هوایی ایران چقدر زمان میبره که جزء قدرت‌های دنیا بشه؟ خب اگه خرید و آموزش باشه، ما این تجربه رو داشتیم که توی یک برنامه 10 ساله به این تمام‌بندی برسیم. یه دوست دیگه توی یوتیوب دیده بودم میگفتش که چرا ما اینها رو نمی‌بینیم اگه اینا هستش اون برنامه بررسی تمام‌بندی‌های نظامی. خب ببینید ما چون بودجه محدود داریم، اینو از رئیس جمهور جونتون که بهش رأی دادید بپرسید. خب یه برنامه خواهیم ساخت که مستندهای خوبی رو تحلیل و بررسی کنیم، بهش بپردازیم، مثل فروشنده 1 و 2، مثل مستندهای سفر به آفریقا، روسیه، عراق و عمان. اینا رو می‌خوایم دم انتخابات، هرچی داریم به سال 99 پیش میره، تو برنامه‌ها اینا رو بررسی کنیم. یکی از مسائلی که افتاد، ایشون روح برجام رو چون نتونست اجرایی بکنه که برنامه موشکی اینا رو چیز بکنه، از اون طرف اومد چیکار کرد؟ بودجه دفاعی رو کم کرد. وقتی بودجه دفاعی کم باشه، اینجا خوشحالی داره، ما به یک توانمندی می‌رسیم. خیلی هم دوست داریم که به تولید هم برسه، ولی خب اولویت ها وقتی بخش دریایی و راداری، پدافندی، موشکی اینجور جاها باشه، تو بخش های زرهی و اینجور چیزا شاید ما اونجوری که باید بروز و ظهور این خودروها رو ببینیم نمیبینیم. اینو هم من توضیح بدم. آیا ما سیستم ضد موشکی موثری داریم؟ بله، خب این باور 373 قرار گونه ضد موشکی هم از اون ساخته بشه. در مورد تبادلات موشکی ایران و روسیه میشه توضیح بدید؟ هیچ تبادل موشکی ایران و روسیه ندارن. و اگر منظورتون تبادل موشکی بخش برنامه S-300 هست که تمام آتشبارو و توانمندی‌هاش رو تحویل گرفتیم، دیگه هم به اون سمت نمیریم. باور 373 هم که یه برنامه خاص در موردش ساختیم. یه دوستی بگم با بله، من بسیار موافقم اینترنت ملی بشه، تمام اپلیکیشن‌های داخلی داشته باشیم، مسائل اون دست نیروهای نظامی بیفته. بله، در ایالات متحده اصلا دست نظامی‌ها هست، مثل کشور چین، آمریکا، روسیه و سپاه پاسداران در حال خیانت‌های دولت روحانی سکوت کرده. ببینید ما در کشورمون قانون داریم، برخلاف اون چیزی که خیلی از لیبرال‌ها می‌خوان ثابت کنن که آقا قانون نداریم، یک کتازی هست. وقتی که قانون چنین موضوعی رو خب انجام نمیده، ما در موردش نمیتونیم کار زیادی بکنیم. اگه اینجوری باشه که یک بدعت بدی گذاشته میشه در کشور، پایه‌گذاری بدی میشه، هر کی بگه آی من آنم که رستم بود پهلوان، این که نمیشه. ما باید یاد بگیریم در کنار آرمان هامون به قانون پایبند بشیم، وگرنه امروز نظامی‌ها بیان اون بخش قانونگذار داخل پارلمان رو به رسمیت نشناسن یا انجمن رو به رسمیت نشناسن، فردا یکی هم پیدا میشه میگه که نظامی هستی، برای خودت هستی، منم تو رو به رسمیت نمیشناسم. پس ببین اینا پیوند داره با هم دیگه.
آریاس سانروز گفتن پدافند های ما موشک های بالستیک دشمن رو هم میگیره. خب من یه خورده بسته صحبت کنم. در رزمایشی که سال 96 انجام شد در میدان تیر پدافند هوایی سمنان، ما رزمایش موفقی رو داشتیم، فکر کنم به اندازه کافی مشخص بود. در مورد ناوشکن تریماران که من برنامه ساختم، دو تا برنامه داریم در مورد اون. سجیل نمیتونه بردش بیشتر بشه، ولی باید بونه های جدیدی تدریجی بشه. مثلا خرمشهر یک مرحله است، اگه خرمشهر دو مرحله‌ای بشه ما وارد حوزه قاره پیما میشیم، و اگر سه مرحله‌ای بشه که بعضی از کارشناسان میگن بخشی از خاک آمریکا رو مورد تهدید قرار میده. آیا بعد از ماه اکتبر ایران سخوسی رو میخرد؟ من نمیدونم، این دیگه سیاستیه که وزیر دفاع باید پاسخ بده. میدونم که اون موقع طبق برجام ما دیگه واردات و صادرات تسلیحاتیمون مشکلی نخواهد داشت. ببینید این چیزی که شما دارید میگی چگونه پایگاه های دیگر کشورها رو دارم چیز میکنم، میشه تحلیل کرد. حالا من که وزیر دفاع نیستم، نیروی نظامی هم نیستم، ولی خب وقتی شما ببینید کمربند منطقی که توی منطقه خاورمیانه که بهش هلال شیعی میگن تا لبنان تکمیل بشه، از این ور هزینه رو واسه کشورهای میزبان این پایگاه ها بالا میبره، دو الگو میده، سه ما هزینه رو چون واسه اینو بالا بردیم دیگه ابایی هم نداریم از این به بعد هم بخوایم یک چنین کاری بکنیم. جمع اینها و اراده سیاسی که پس از اون پیش خواهد اومد این رو برای ما به وجود میاره که بتونیم اینا رو از منطقه بیرون کنیم. کار سختی از لحاظ توانمندی ما نداریم، منتها اون بحث اراده هست و اینکه جوری عمل بکنیم که این تبلیغات نشه که ما یاغی شدیم و علیه ما یک الگوی جهانی داشته باشیم. این رو با اعداد نوشتین آقای اردلان 2500. من نمیدونم داستان چیه، منظورت اینه که در 7000 موشک بالستیک در لحظه ما بتونیم شلیک بکنیم؟ اینو بیشتر رسانه های غربی با نگرانی اومدن گفتن. خب یه بخشش که ایران حراسیه، یه بخش دیگهش وقتی خب شما توانمندی بومی دارین، اگر اون بررسی ها باشه و خب به طب از یک پایگاه موشکی که در یک آن نمیتونید انقدر چیز بکنید، حتی راکت هم شما نمیتونید شده کنید، چه برسه به موشک ها گرده کنن، ولی از جاهای مختلف اگر این اراده سیاسی باشه بله چرا که نه. در بخش موشکی هیچ محدودیتی از لحاظ تیراژ و اینا نداریم، الان هم از لحاظ فناوری و کیفیت و دقت هم هیچ محدودیت ایران نداره. محدودیت بردی هم یک محدودیت خودخواسته هست، و اگر ایران هر لحظه دکترین نظامیش به سمت موشک‌های بالستیک قاره پیما بره، این توانمندی وجود داره که بتونه اونم انجام بده. من سیاستمدار نیستم که بدونم قانونی سر روحانی رو زیر آب کرد، اینا دیگه به من ربطی نداره. پرسشا چیز باشه در مورد مستقر کردن لانچرهای موشکی در قشم. لانچرهای چه موشکی؟ اگه منظور بالستیک هست چه نیازیه؟ خب فاصله قشم کشور مادر خیلی کمه، خب ما میتونیم توی ساحل اصلی این کار رو بکنیم، اما اگر منظور پدافندی هست که خب باید اگر اونجا تصدیل بده تقویت بشه. بله بله، ما پرسرعت‌ترین اژدر دنیا رو داریم، آمریکا هم حتی به اون نرسیده. یه پروژه هم داشتن که مقصد بعد از فروپاشی روسیه این کار رو انجام بدن، اژدر اشکوال رو بگیرن که موفق نشدن. سیستم امنیت روسیه متوجه شد با توجه به اینکه خیلی سر شلوغ بود به خاطر فسادها، و ما این اژدرها رو در پایان دهه 90 میلادی گرفتیم و به گونه بومیشو به نام اود ساختیم. این درسته. هر کی نیروی امنیتی از منطقه شمال پایگاه‌های قطر و اینها هم از منطقه شامل پایگاه‌های قطر و اینها هم میشه، بله مسلماً دیگه. البته الان هم ببینید بیشتر پایگاه هایی که اینها در قطر و بحرین و
امارات متحده عربی دارن پایگاه هایی که در عراق و جاهای دیگه دارن نیست، یعنی پایگاه های عملیاتی نیست، بیشتر پایگاه های پشتیبانیه و همین الان هم به خاطر برد های بوشکی ما تقریبا اونجا خالی شده است. هر از گاهی برای سرکیسه کردن و فاکتور پیچیدن اینا میان، تقریبا بی اثره. اصل پایگاه توی عراق، افغانستان و نزدیک جاهای سوریه و اینجور جاها است. خب جناب از همه فکر کنم بخوایم پرسش ها رو پاسخ بدیم دیگه، باید همینجور تا صبح بریم. بله من یه دونه پاسخ بدم، اینو الان همسرم آورد اون تو خود بازی گوشی میکنه الان کجا بود کدوم بوده آیا ایران روی لیزری بود خانم بله روی پدافند لیزری هم کار میکنه بله، و روی توپ هایی با برد خیلی بالا مثل آمریکا کار میکنه. اینو من در موردش اطلاع ندارم، در مورد ریل گان که آیا ایران داره روی توپ های الکترومغناطیس کار میکنه، ولی یه برنامه ساختم که یه پروژه به اصطلاح تحقیقاتی تو این زمینه آقای تیمسار شهرام در موردش صحبت کرده بودن، در کنار پدافند لیزری یه اشاره هم وزرا به این داشتن، ولی خب یه ویدیویی از توانمندی ها تو دهه فجر 97 من دیدم که یک لحظه گذرا صدای توپ لیزری ما رو نشون داده بود در اونجا. خب حالا اگر میگه چرا اسرائیل عضو ام پی تی نشده، خب برو از اسرائیل بپرس، ولی ایران شده، خب اینم باید بری از شاه بپرسی دیگه. اینم از این. خب من یه پرسش دیگه، شما خود پرسش نداری جان؟ تو من پرسش بچه‌ها رو پاسخ میدم. ببینید انقدر من کار فنی رو دارم اینجا انجام میدم، همین الان که صحبت‌های شما تموم شد بخش اول صحبت‌های شما رو تو یوتیوب گذاشتم، همین الان منتشر کردم. نه شما مسائل جامعه توضیح میدید، من برام پرسشی باقی نمیمونه، حتما اگه پرسشی باشه حتما من یه بحثی رو یه گدهی رو از دوستان بکنم. دوستان ببینید مثلا من برنامه پیشین حالا یه بنده خدایی هم که پیله کرده بود سوالای بی خود میپرسیم، این واهر رو مثلا من بارها پرسش به شما رو پاسخ دادم، اینی که میگید فلانه، خب ببینید پرسش واقعی میمونه، یا در مورد پرسشی که میخوایم بپرسیم همین مطالعه داشته باشیم، این به نفع بقیه بچه ها هست. الان مثلا یک پرسشی رو دوستان در برنامه پیشی پرسیده بودن که من گفتم خب بیام اینو تو برنامه بعدی وقتی واسه پرسش پاسخ بذاریم جناب دانم، برگشته بود گفته بود که ما نسل پنجمون قاهر میتونه نشست و برخواست عمودی بکنه؟ آدم میمونه، مگه مؤلفه نسل پنج بودن اینه که نشست و برخواست عمودی بکنه؟ ببینید آدم باید در زمینه ای که میخواد پرسش بکنه برای اینکه وقت بچه ها گرفته نشه یه مطالعاتی داشته باشه. حالا من اینم برای شما یه توضیح بدم و برای دوستان، ببینید نسل نخست هواپیمایی که برادران رایت ساختن تو جنگ جهانی اول دو باله و سه باله بود، مشخصش این بود که موتورهای درون سوز داشتن و توی جنگ جهانی دوم به اوج خودش رسید که بدنها فلزی شد، سرعتها خیلی بالا رفت. در پایان جنگ شرکت مسرشمیت آلمان یک جنگنده ای را برد که با بقیه جنگنده ها فرق داشت، پیشرانش درون سوز نبود، سیلندر رو اینا نداشت و موتور جت داشت. نسل دو وارد میدان شد و از اون بعد جنگنده های نسل دو وارد نبرد شدن که همشون فناوری کانونی و محوریشون داشتن موتور جت بود. خب از این نوع ما میتونیم در کنار حالا مثل رشمیت آلمان به گونه های F-80 و به ویژه F-86 آمریکا که جلوی پایگاه های شکاری کشورمون میریم، یه ماکت جنگنده هست اون F-86، و در بلوک شرق هم F-15 F-17 ببخشید میگه 15 میگه 17 و گونه های ابتدایی سخو هست. خب اینا میتونستن راکت هم کنن، موتور جت داشتن، ولی خب نمیتونستن خیلی سریع برن، دیواری صوتی بشکنن. به زودی خب ایالات متحده متوجه میشه که میتونه موتورهای قوی تر با بهره‌وری بالاتر بسازه و اینها موشک‌های هوا به هوای کوتاه برد هم بکنن، موشک‌های هوا به زمین کوتاه برد و بمب‌های بیشتری هم بکنن، رادار داشته باشن. خب وقتی که موتورها به اصطلاح پشت سر هم نباشه، کنار هم باشه،
ورودی که ورودی هوا میشه جلوی جنگنده میتونه جای رادار باشه. این هواپیماها قابلیت پس‌سوز داشتن، شاخصه نسل دوم بوده. خب این جنگنده ها در بلوک شرق، خب بلوک نسل دوم بلوک غرب فقط آمریکایی بود، چیز زیادی اروپا نداشت مثل دراگن مثلا صاحب سوئد. ولی در نسل سوم ما گونه های میراج رو میبینیم، میراج 3، میراج 5 سوپر اتاندارت ها رو داریم و همون گونه های ویگن رو داریم. در آمریکا F4 و F5 رو داریم. در روسیه میگه 19, 21, 23, 25 و گونه پیشرفته شده 23, 27 رو داریم. در سمت سوخو انواع سوخوهای 17, 20, 22 رو داریم. وارد نسل 4 که میشیم بخش مهمی افزوده میشه، اینکه رادارها خیلی قوی تر میشن، موتورها توربوفن میشن و طراحی ها مدرن تر میشه، پیچیده تر میشه، چون بار همه خلبانی روی دوش نفر نیست، روی دوش پردازنده های پیشرفته است. رادارها خیلی قوی تر میشن و از هدایت با کابل میرن به سمت هدایت با سیم. پس قابلیت های محوری نسل 4 اینا هست. در این نسل میتونیم توی آمریکا از F14, F15, F16, F18 نسل اول هورنت و F5 که تبدیل شده بودن به F20 تایگر شارک اسم ببریم. گونه های از میراج به اصطلاح 3 که تبدیل شده بودن به گونه نشر، اینها هم اسرائیل اینا رو تبدیل به نشر کرده بود، اینها هم وارد نسل 4 میشن. میراج 2000 فرانسه نسل 4 هست و گونه ویگن صاحب سوئد نسل 4 هست. تورنادوی انگلستان و آلمان نسل 4 و هریر هم، البته هریر خب نسل 3 میشه. اینها ساخته میشن. در روسیه نسل 4 ها میگی 29 و سوخو 27 و اینها هستن. سوخو 24 و 25 که تو نسل قبل گفتم. بعد از این یه اتفاقی میفته، میان چیکار میکنن؟ ایالات متحده وارد نسل 5 میشه، جنگنده های جدیدی میسازه که پنهانکارن. مؤلف این محوری نسل 4 پنهانکاریه، نه بلند شدن و نشستن عمودی. اگه اینجوری بود که هریر انگلیسی که نسل 3 بود بعد الان نسل 5 آقایی کنه که. ایالات متحده یک گونه F22 رپتور میسازه برای نیروی هوایی. این مثل بچه آدم بلند میشه از روی باند هواپیما بلند میشه میره، هیچ هم بلند نمیشه، عمودی بشینه و بلند شه. F35 تو 3 نمونه ساخته میشه، A B C. A برای نیروی هوایی، B به صورت عمود برخاست و عمود نشست برای تفنگداران دریاییه، چون ناوهای هواپیما رو اونا خیلی کوچیک‌تره، در واقع ناوهای بالگردره. F35C برای نیروی دریایی که ناوهاش چون بزرگتره اینا کوتاه برخاست عمود نشست هستن. توی بخش روسیه هم فعلا سوخو 57 پروژه پکفا هست. چینی ها هم J20 رو دارن. این وسط یه سری میان چیکار میکنن؟ چون بودجه ندارن که اونقدر خرج و هزینه بکنن، میان نسل 4 پلاس پلاس رو معرفی کنن، یا 4.5 میگن اصلا. اصلا گونه های پیشرفته سوخو 27 فلانکر با اسم ناتوی فلانکر مثل سوخو 30، سوخو 34، سوخو 35، سوخو 37 اینا نسل 4.5 هم. جنگنده اتحادی اروپا یوروفایتر طوفان این نسل 4.5 هم. جنگنده مدرن صاحب سوئد مثل جاز 39 گریپن این چیه؟ نسل 4.5 هم. رافال فرانسه که به اشتباه خیلی ها میگن رافائل، این چیه؟ نسل 4.5 هم. این تمام داستان بود. نسل بندی ها رو هم یاد بگیرید و مطالعه کنید در مورد پرسشتون. طرف اذیت میشه، بچهای دیگه وقتشون گرفته میشه، اذیت میشن. ما وقتمون محدوده. آیا راجع موشک های ماورا آیا آنها توانایی تهاجمی دارن؟ آقا با این هم توضیح میدیم برنامه ماورا برامون با موشکی جداست. شما واسه کشور ما حرف درست کن. نه هر دوتا برنامه، ولی خب باعث وحشت غربی ها میشن که ایران روسی هم بکنن که حتی خب یه چیز منطقی هم از وقتی ماهوارا برد بالا میره
این توانمندی بومی شده که شما بتونید قاره پیما هم بسازید. یه چنین بحثی هم هست. من آدرسی در یوتیوب ندارم بسازید. آقای دانش آموز خیلی ممنون، نه دستتون درد نکنه، من چون خودم اینقدر دیگه تو برنامه ها حرف میزنم دیگه اینجا شما صحبت شما میکنی خواهش میکنی اگه تا 3 ساعت هم از من بپرسی من پاسخ میدم. نه خواهش میکنم، نه من برای همین دیگه اینقدر خودم تو برنامه ها حرف میزنم، یعنی ترجیح میدم بیشتر سکوت کنم دیگه وقتی مهمان دعوت میکنم. به هر حال دستتون درد نکنه، خیلی ممنون که این همه توضیح دادید و سپاسگزارم. خیلی ممنون دوستان، این بخش برنامه رو میبندیم. بخش اول برنامه ها هم مکنون میتونید در یوتیوب ببینید. زنده باشید، شب و روزگار خوش، بدرود.